جوانی هستم 32 ساله از سن 18 سالگی متاسفانه دچار ترسی اجتماعی شدم، سوشال فوبیا، و روند درمان خودم رو از سن 21 سالگی شروع کردم، چون از 18 سالگی تا 23 سال من اصلا متوجه نشدم مشکل من چیه. فکر میکردم که خب به خاطر مشکلات کنکور و اضطراب درس ها اینا بوده، ولی از 21 سالگی درمان آغاز شد، سیتالوپرام خوردم، اینش هم مثلا شاید یه سالی 6 ماهی قطع شد، دوباره مثلا خودم حدودن 7-8 سال دارو استفاده کردم که من دیگه خب چند سالش که مداوم استفاده میکنم. اما خواستم بدونم که در وهله اول این مشکل طرف اجتماعی من به مقدار درمان شده، ولی تا چه اولا قابل درمان هست؟ این سوال اول من. بذار در پیش دارید عزیز، بذار ازتون سوال کنم، واقعا این حالت سوشال فوبیا یا حراس اجتماعی شما به چه صورتیست؟ یعنی 18 سالگی شما از چه جور افرادی، از چه گروهی یه چنین پرهیزی داشتید یا حراسی داشتید و چه می کردید؟ در همین زمینه به خصوص چه خبر بوده؟ عرض کنم حضور شما که من وقتی مهمونی میخواستم برم، قبلش اصلا اینجوری نبودم، ولی یهو هیچ دستوری من مهمونی میخواستم برم اصلا دست پا ما گم میکردم، ضربان قلبم میرفت بالا و تیکه عصبی میگرفتم، یعنی گونه چپ هم شروع میکرد به پریدن. صبر کنید، اگر محلی که میرفتید فقط مردانه بود یا زن و مرد بودن فرقی میکرد؟ چرا، طبیعتا آدم خجالتی هم هستم، یعنی از بچگی آدم خجولی بودم، یعنی به طوری که خجالت میکشتم صورتم کاملا قرمز رنگ میشود. خب حالا سب کنیم، بیاد برگردیم سراغ خانواده. پدر و مادر شما و در خانواده پدری و مادری چقدر استراب، چقدر وسواس، چقدر افسردگی، چقدر خشم یا یک کمی بیماری های سنگین دیگه وجود داشت؟ حالا بیماری سنگین های دوتا نداشتیم، ولی مادر بزرگ من، یعنی مادر مادرم، وسواس داشتن و مادر خودم آدم خیلی به نظر پیکی رو عرض کنم حضور شما که خیلی به اصطلاح آدم مقیدی هستش به همه چیز، خیلی واقعا نظم ترتیبش بالاست. پدرم هم حساسی هستش. خب عزیز، شما چند تا خواهر برادرید؟ من یه برادر بزرگتر از خودم دارم. چقدر فاصله؟ 7 سال. خب اونا ببینید، شرایط خانوادگی شما زمینه رو برای استرس و وسواستون فراهم میکنه، یعنی سیمپیچی مغز شما مثل سیمپیچی است که سیمای مغز شما لخته، دقیقی که به هم بخوره جرقه میزنه، یعنی اون پوسته رو ندارید. حالا به من بفرمایید، بعدم خودتون اشاره میکنید که در قبل از اون خجالتی بودید، چون ببینید بین 1 تا 3 سالگی دو چیز با هم گره میخوره که گرفتاری ماست، 1 استرابه، 2 خجالت. و به من بیاست که رفعه اون حرمت نفس، احساس خوب بودن در ما و دوست داشتنی بودن میفته و بنابراین ما ناچار خودمون رو خوب نمیدونیم و دوست نداریم و از آنچه که اتفاق بیفته ناراحت و نگران میشیم. با گذشت زمان این نگرانی با آدم ها مرتبط کنیم، چون موضوع ما مقصد بعد از 3 سالگی میشه انسان، پس حالا من از همه خجالت میکشم و ضمناً از مردم میترسم. بعد شما درتون فرض بفرمایید که تمایلات جنسیتون به صورت یه مرد خودشو نشون میده، حالا شما به این راحتی میتونید به دختر نزدیک بشین، پس بنابراین یه نوع خشم و عصبانیتی متوجه خودتون و متوجه دختر میکنید. بعد ناچار وقتی اینجوری فکر میکنید با توجه به زمینهای فرهنگی فکر رابطه جنسی رو میکنید و بنابراین زن دیگه به عنوان یه انسان، به عنوان یه موجود حتی ماده به حساب نمیاد، میشه حالت تناسلی. و وقتی این ذهنیت در شما تقویت شد، شما تبدیل میشید به یه آدم بسیار بسیار خجالتی، به طور که همطور که بیننده عزیز قبلی از که اصلا جرأت نگاه کردن، چون یه کسی تو چشمای شما میتونه بخونه شما اصلا دارید به رابطه جنسی فکر میکنید، پس سرتون پایین میاد، خجالتی میشید. بعد چون همچنان نمیتونید با نگاه موضوع رو کنترل کنید،
سیستم شما برای که اداره خودشو بتونه بکنه مثلا صورتتون سرخ میشه، یعنی خون میریزه به صورتتون، یعنی نشون دهنده اینه که چقدر حالتون بده. و خب کمک هم نگرفتی. در 18 سالگی یه نوع آگاهی پیدا میکنید و چون منطقه 18 سالگی ایگو اینتگریتی یا ایگو آیدنتیتی ببخشید، یعنی یافتن خوده، شما تازه خودتون رو گم میکنید. حالا یه دفعه به این نتیجه میرسید که این دیگرانن که زندگی شماست و شما تبدیل میشید به آدمی که صورت چشم زندگی میکنه، همه رو میبینه بدون اینکه خودش رو ببینه. بنابراین شما یه زمینه اوریان سیمپیچی مغزی داشتید که به هم گره خورده و حالا دارو اینا اونقدر نقشی نداره و یک کار دارو درمانی و روان درمانی سنگین میخواد که شما رو با تکه تکه های باورهای غلطتون آشنا کنه. یعنی یک، به شما برگرده بگه مرد تو خوبی همطور که دیگران خوبن، به عنوان یه انسان ناقصی، به عنوان یه انسان محدودی، مثل همه ی انسان ها، همه در جهان ناقصن، همه این پرفکتن، خدا اگر هست کاملونه، بقیه همه ناقصن، پس من هم ناقصم. دوم، این نقص اصلا خجالت نداره، این که من ژاپنی بلد نیستم خجالت نداره، این که من ریاضیات بلد نیستم خجالت نداره، این که من اقتصاد نمیفهمم هیچ خجالتی نداره. و در نتیجه کسی باید با خجالت شما بجنگه. این که شما لباستون اینه خجالتی نداره، این که قدتون اینجوریه خجالتی نداره، یعنی بکوبه اونجا. دوم، این آدما نیومدن توی مهمونی شما رو آزار بدن. شما خودتون من گفتید می‌خواستم برم مهمونش، تو مهمون چیکارتون می‌کردن؟ می‌بردن مسخره‌تون می‌کردن، کتکتون می‌زدن، شکنجه‌تون می‌کردن. هیچ، یه مهمونی می‌رفتید، آداب و ادب رو رعایت می‌کردید، اونا محترمانه با شما رفتار می‌کردن، از مهمونی می‌اومدید بیرون، هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد. خب چرا شما باید از رفتن مهمونی احساس بدی بکنید؟ اینو الان خودتون من جواب بدید. چرا؟ چرا به خودتون رای میگفتید مرد میخوای بری مهمونی؟ چرا ناراحتی به خودتون چی میگفتید؟ وقتی مثلا اینجوری تست پامو کردم و دیگران کاملا از حالت چهره من متوجه میشدن که من الان دارم اصلا حالت طبیعی ندارم، واقعا منقبضم، کف دستم فیس عرق سرده و اصلا طرف میدید همون موقع اصلا که چشام نگاه نمیکرد. یه مقداری از اون فهمیدن دیگران منو عذابم میده. نه، سب کنید، نه، نرید، این یه بازیه. بیاد فرض کنید من به شما یه دارویی میدادم و بعدم اصلا دست عرق کردن تو مردم نمیدم، به دیگرم دست نمیدادید، ولی به من بگید این مردمی که شما ازشون وحشت کردید، نرید، ببینید همینجا بازی ذهن شماست. به من بگید این مردمی که شما ازشون وحشت کردید چه بلایی سر شما آوردن که شما اینجوری به هم ریختید از قبل. یعنی ورودتون به مهمونی چرا با دستاتون عرق کنه و چرا با صورتتون سرخ بشه؟ این مردم چه خطری برای شما داشته؟ من فقط همین فکر میکردم که اینا مثلا فکر میکردم من یه آدم ضعیفی هستم. پس کجا عزیزم شما خودتونید؟ اصلا این آدم ها همه فکر کنن شما خیلی 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 ضعیفید، چی میشه؟ هیچی. من اگر یه بچه 5 ساله هستم باید فکر کنم من بچه هم. اگه 95 ساله فکر کنم من پیرم، اگر همه تون میرم من یه پا ندارم، من با داراحت باشم، من اومدم تو این دنیا، من این مردم هم که همه زندگی هم و ملاک زندگی هم. بله، اصلا همه به شما نگاه میکردم گفتن ضعیفی، چه بلایی سرتون میامد؟ چی میشد؟ من برم توی مهمونی همه فکر کنم من 10% خوشگلترم، 20% کمهوشترم، 30% باهوشترم، 40% شیکترم، 50% که فرق تو زندگی من میکنه عزیز. وقتی میگم یه کسی باید با شما بجنگه، هنوز دارید همون افکار رو دارید، چی میشه؟ هیچی. شما وقتی وارد مهمونی میشید، آدم های مختلف متفاوتی هستن، یه کسانی مثلا یه چیزیشون میشه دیگه نمیشه، یه آدم قد بلند یه چیزی میشه کوتاهی نمیشه، یه آدم لاغر یه چیزی میشه چاقه نمیشه، یه آدم پول داره یه چیزی میشه بی پوله نمیشه، میرزم اونو کتکش میزنیم ما. شما برای چی همچی دنیایی رو برای خودتون درست کردی؟ برابر این نگاه شما نه واقع بینانه است، نه تا اخلاقی انسانیه. برای که من تو مهمونی هم و شما میه توی مهمونی، شما به خاطر نگاهی که من بهتون میکنم حالتون بد میشه، شما منو بد میبینید. خب این بیانصافی در حق دیگرانه. شما به چه حقی دیگران رو بد میدونید؟
بعد اصلا شما چرا از این فکر باید بکنید که شما وقتی وارد مهمونی میشید همه کاروبار زندگیش رو ول کنم به من میچسبد؟ چرا من رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم خانم آقایون هیچ کس تو مهمونی نمیاد شما رو ببینه، اصلا کسی شما رو نمیبینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. تو مهمونی رفتید که رفتی، شما میرید تو مهمونی اصلا دیده نمیشید، کسی نمیاد شما رو ببینه عزیز، آدم اومدن خودشون رو نشون بدن. ببینید کار روان درمانی و تراپی شما یک کسی است که شما رو با این واقعیات آشنا کنه. من میرم تو مهمونی، منم رو خط تلویزیونم، صبح ساعت 9 تا 11 رادیو بودم، 4 تا 6 رادیو خواهم بود، امشب 7 تا 10 کلاس دارم، سر کلاس نه احساس بدی میکنم برای که این منم. میدونین چرا عزیز؟ برای که من خودمو خوب میدونم، من خودمو خوب میدونم، ولی هر کسی هم که دور بره من از من بهتره. من خوب با شما بیننده خوب، من برای چی ناراحت باشم؟ به همین راحتی هم باهاتون حرف میذارم. من خوب با شاگرد خوبم که جلوام نشسته چرا ناراحت بشم؟ برای چی حرفامو نزنم؟ برای چی خجالت بکشم؟ شما در من همچی احساسی رو میبینی؟ من رو خط تلویزیونم، برای اصلا چه فرقی میکنه؟ اصلا الان تمام شمایی که اونجا نشستید فکر کنید آدم بیشعوره یا بیسواده یا حرف مفت میزنه یا حرف خوب میزنه، چه فرقی میکنه تو زندگی من؟ ما برای خودمون یه دنیای عجیب و غریبی درست کردیم. بنابراین عزیز مشکل شما واقعیته، مشکل شما واقعیته، و به همین جاست که من با یه فردی ماننده شما عرضم این است که عزیز دل تو خوب خوبی، منم خوبم، تو خواستنی و دوست داشتنی هستی، منم هستم، تموش را معناش نیست که همه منو تو رو میخوان. ای همه منو تو رو بخوان که فاجعه است، اینکه یه نام بدی داره. شما یه دونه عاشق میخوای تو دنیا امروز، 6 تام دوست تو 7 میلیارد، و اینم پیدا میشه وقتی رفتار عادی دارید، احتیاج به هیچ کس دیگه هم ندارید. قرار نیست همه شما رو دوست داشته باشن و همه از شما خوششون بیاد. من میگم که مثلا اهمیت نمیدم که دیگران راجع به من چی فکر کنن، به من چه مربوطه؟ اونا فکر میکنن، من نه بیکارم نه حوصله دارم، برای اصلا من آدم مهمی نیستم که مردم به من فکر کنن عزیز. بنابراین یک کسی باید به شما بگه خانم دوست خوب من، تو مرکز و محور خلقت نیستی، وارد مهمونی که میشی تو وارد نمیشی، تشریف فرما نمیشی، تو میای تو. تازه آدم هم که به تو میرسن میخوان تو ببینی اونا رو. به همجه از که بقیه اگر من شما مهمونی نریم هیچ دور هم نمیشه، به همجه از که اگر منم بمیرم تو دنیا هیچ دور نمیشه، هرکی داره زندگی خودشو میکنه. من اومدم گفتم نه، من مرکز خلقتم، چون من خودم رو احساس میکنم، فقط منم که احساس کنم. دو، همه این آدم ها بدن و راجع من فکر بد میکنن و با فکر بعد اونا من آسیب میبینم، خب همش غلط. و بنابراین شما احتیاج به یک کمک یه روانشناس خوب دارید عزیز، که در حالی که دارو مصرف بکنید که این سیستم سیمپیچه شما رو درست بکنه، یه ذره شما رو از این باورهای عجیب و غریب بیاره پایین. و در غیر این صورت روزی که شما مانند چشم زندگی کردید که همه رو دید غیر از خودتون، از پا در میایید. من تو زندگیم عزیز کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، شما رو راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم. من نیومدم این دنیا به قضاوت نظر شما اهمیت بدم، خدا منو به این دنیا نفرستاده که بگه برو مردم رو خوشحال و راضی کن و یه کاری بکن که اونا هست و خوششون ببن، چه مربوطه؟ بعد اصلا من کی هستم؟ یا باید خودم اینقدر بالا ببینم که دیگران به من نگاه کنن، یا خودم رو زیر پا ببینم؟ نه، من یه آدمی هستم مساوی بقیه، این منم. به قول اینجا یا تیک در لیوت، بپذیرش یا راهش کن. با یه کسی کار کنید عزیز، یه مقدار با کارهای من اگر آشنا بشید، اینا واقعیت هاست عزیز، اینا شعار نیست، اینا واقعیته. من خوبم، تو خوبی، توی مهمونی هم هیچ کس قصد آزار شما رو نداره، همه میرن خودشون رو نشون بدن و خوب جلوه بدم، پس من چه جایی نگران دارم؟ من با آخر وقتم رستم، ناچار باید ازت خدافظی کنم، ولی خوشحالشم باید صحبت کردم. سوال کوچولو داشتم عزیز، من باید برم، اعلان دادم به من هست، سوال کوچولو تو بکن جان. ازدواجم چی بکنم؟ اصلا هیچی، تا زمانی که حالتون خوب نکردید اصلا ازدواج نکنید، چون یه زنم باید به بدی شما بد باشه از ذره شما، تازه بعدم میخوایی که یالا تو بیا کنار من دوتایی با هم رنج ببریم بریم تو. روند درمان من چقدر طول میکشه آقای؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ مهمش اینه که شما وقتی کار درست بکنی خوب میشید. من روزی که چاقم قراره لاغر بشم، یه هفته 7 سال،
ما راهی غیر از این نداریم عزیز. ببینید همینا استراب شماست، یه دنیایی برای خود درست کردی عجیب و غریب، ولی میتونی رو کار کنی. من ناچار باید ازت خداحافظی کنم، ولی خوشحالم باید صحبت کردم عزیز. ممنونتم. بیانگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از 10 شب مجددا پخش خواهد شد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.